سلام. سلام، خیلی خوشحالیم که برای 111مین جلسه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این جلسه قصد داریم در مورد کتاب بسیار خواندنی و زیبای لبه تیغ اثر آقای سامرس موام یا به قول خانم تمدن سامرست موام صحبت بکنیم که خانم شهرزاد بیات موحد انصافا ترجمه خیلی خوبی کرده. تمام قابلیت های نویسندگی آقای موام تو کتاب تونسته شکوفا بکنه، توی ترجمهش نشون بده و از نشر ماهی هم بخاطر چاپ با کیفیت کتاب متشکرم. خب منم کتاب رو به انگلیسی خوندم، The Razor's Edge، ویلیام سامرست موام، نویسنده انگلیسی، از کتاب هایی که بین کتاب خونه ایرانی فکر کنم ولی همه جا ولی به خصوص ایرانی خیلی محبوب هستش. من کتاب رو خب خیلی دوست داشتم ولی بیش از کتاب از خود نویسنده خوشم میاد و برای من جالب بود یه کوچولو در موردشون اول صحبت کنیم. آقای ویلیام سامرست موام پدر مادر انگلیسی داشتن ولی در سال 1874 در پاریس فرانسه به دنیا میان و سال 1965 هم در فرانسه در شهر نیس فوت میکنن، ولی بقایاشون رو میارن انگلیس در کنتربری اونجا دفن میکنن. بعد از فوت مادر پدر که خودشون هنوز سن خیلی کمی داشتن که مادر پدرشون فوت میکنن، میفرستنشون انگلیس با یکی از آنکل هاشون، احتمالاً عموشون بوده، اونجا بزرگ میشه آقای سامرست موام و چون زبان اولش زبان فرانسوی بود انگلیسی رو به سختی صحبت میکرد در اوایل. در نتیجه توی مدرسه با تغییر جو، اون جو خیلی آزادی که توی فرانسه بوده، وارد جو سختگیرانه‌تر در انگلیس میشه. انگلیسیش هم خیلی روون نبود، لکنت زبان پیدا میکنه، یه مقدار درونگرا میشه، اوایلش رو میاره به کتاب خوندن و نوشتن. دانشگاه به پیشنهاد عموشون میره پزشکی میخونه، پزشکی رو هم تموم میکنه ایشون، ولی چون توی دبیرستان هم شروع کرده بود به نوشتن و اولین کتابشون قبل از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل بشه به چاپ میرسه، دیگه پزشکی رو کلا میذاره کنار و رو میاره به نویسندگی. به مدت 65 سال ایشون نویسنده بوده و کتابای خیلی خیلی زیاد، خیلی هم پرکار بوده، یعنی 32 تا نمایشنامه مینویسه، 19 تا رمان فول، 9 جلد فقط که مجموعه داستانه کوتاه داشته ایشون و کلی هم کتابای نان فیکشن، غیر داستانی، از جمله سفرنامه هایی که داشته، خاطرات خودشون، مقالات مختلف در رابطه با موضوعی مختلف. در زمان جنگ جهانی اول هم برای آمبولانس صلیب سرخ مشغول به کار بوده. ایشون چون مسلط بوده به 3 تا زبان، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی، چون دانشگاه رو تو آلمان رفته بود در ضمن ایشون، و سفرم خیلی میره هم به خاطر کار برای بریتیش حالا سرویس، اینتلیجنس سرویس کار میکرده و سفرم کلا خیلی دوست داشته به فاریست یا میشه خاور دور، خیلی علاقه من بوده، خیلی زندگی پر ماجرایی داشته با سکرتر خودش، به خصوص خیلی جای خیلی زیادی رو چندی با نزی بوده بمیره، کلا خیلی آدم پر ماجرایی بوده. در نتیجه کم بوده متریال نداشته، یعنی کم بوده موضوع نداشته و من از این قسمت کار ایشون خیلی خیلی خوشم میاد که اینا مثلا نتیجه تخیل نیست، تمام افرادی که توی داستانهاش هستن غیر مستقیم توی از کتابا مستقیم افرادی بودن که واقعی بودن و بر مبنای شناختی که از اینا داشته این شخصیت پردازی کرده و خیلی واقعی هستن این داستانا. میگم زبانی که استفاده کرده خیلی خیلی سلیس، خیلی روون، خودمونی و اون طنزی که علاقه خیلی خوششون میاد تو این کتابا رو خیلی قشنگ میتونیم ببینیم و هم که میدونیم که اینا اتفاقایی بوده که افتاده، آدمایی بودن که این شکلی زندگی کردن، برای من جذابش میکنه. جذابیت این کتاب اینه که اولا قلم خیلی زیبای سامرست موام یک حالت خبرنگاری داره، شخصیت ها رو خیلی قشنگ داره پردازش میکنه، خیلی قشنگ نشون میده، اتفاقات رو خیلی قشنگ داره نشون میده بدون ترس از زمان. در یک بازی طولانی بین دو جنگ جهانی داره داستان تعریف میشه، فوق العاده فوق العاده. اون دوره دوران قشنگی هم است، یک دورانی که
دنیا دچار تحول داره میشه، اشرافیت داره میره کنار، سرمایه جاش میگیره، تغییرات عظیمی تو دنیا داره اتفاق میفته، هنر دستخوش اتفاقات خیلی جالبی میشه. حالا آقای موام تو این بازه زمانی با اون نسل زیباش اومده چندین شخصیت مختلف رو تو داستان آورده، از همه مهمتر بدونی که اصلا قضاوت کنه، خط داستان در جستجوی خوشبختیه، خط داستان در جستجوی آقا زندگی چیه، ولی نامحسوس نشون میده که شما هر انتخابی توی زندگیت بکنی به شرط که انتخاب آن چیزی باشه که تو میخواهی، خوشبختی همونه. لزومن اینه که بری تو مهم مرتاز بشی خوشبختی نیست، و لزومن اینه که یک زن بدکاره باشه تو مارسایی که بری با آدم های بد اخلاق و خشن و مواد مخدر روی حرفا بگردی بدبختی نیست، بس اینه که خودت چی انتخاب کردی. دقیقا. و خیلی قشنگ، و خیلی قشنگ بدون قضاوت میاد این زندگی‌ها رو ما نشون میده. آخر خطاب هم خیلی قشنگ داره میگه، هر کس میگه این رفت این شد، اون رفت این شد، این رفت، آن چیزی که میخواستی بهش رسیدی. دایی الیوت مثلا همیشه دنبال اشرافیت اوج کمالش براش رسیدش این بود که با اون لباس اشرافیت و با اون نشان تاجی که مثلا مار نوه فلان کسک بوده روی لباسش بزنن توی یک پای کلیسایی که خودش ساخته با انواع آثار هنری تزیینش کرده دفنش کنن. از اون ور مثلا سوزانا اوجش این بود که مثلا بره با اون کسی که میتونه تأمینش بکنه ازدواج بکنه. شاید مثلا بگیم خب این خشنگ نسبت، این همون چیزی بود که میخواست. یا سوزی مثلا میاد با اون بدکارا میچرخه، خودش بدکار است، مواد مخدر دوست داره، اوج خواستنش همینه و واقعا دنبال این بود که همینجوری هم بمیره. و خب از اون ورم نگاه میکنیم لری میاد همین ثروتش رو میبخشه، یه کار به نظر احمقانه مثلا بره دوباره از صفر شروع کنه، مثل مرتضی زندگی کنه، ولی بازم قضاوت نمیکنه، میگه آن چیزی که ما میخواهیم، آن چیزی که تو زندگیمون تصمیم میگیریم به شرط که دنبالش بریم، به شرط که خودمون انتخاب بکنیم، اون کمال مقصوده و قضاوت میذاره به عهده من و شما. من و شما میتونیم انتخاب کنیم چه چیزی بده چه چیزی خوبه. این بی قضاوت بودن شاهکار تو داستان، یعنی اصلا من نگاه میکنم حتی جایی که دیالوگایی بود هست که مثلا فکر میکنی پشتش یک دعوای شدیدی را میفته، ولی اصلا دعوایی نیست پشتش. میگه من خب تو این کارو کردی، ولی خب تو کردی، من قضاوت نمیکنم. خیلی 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 قشنگ دیگه، یعنی با این قلم زیباش یه کاری میکنه که ما افرادی که کاری میکنن که برای ما شاید در حالت عادی عجیب غریب به نظر بیاد، ولی تو این داستان درکش میکنیم، یعنی ما هم قضاوت نکنیم. دوره خاصی که آقای طولی اسپوردن که غرب داشته از اون حالت کنسرواتیو خودش داشته در میومده، داشته اون قوانین رو دونه دونه میشکونده، تجربه میکرده، یعنی ما فلپرهای آمریکا رو اون زمان داریم، زنای سنت شکن یعنی که خیلی چیزا رو زیر پا میذارن، اینا خیلی قشنگ اینجا دیده میشه و حتی از لحاظ دینی و اعتقادی و اینا یه مقداری مردم دارن رو میارن به سمت فلسفه شرق که ما اینا توی زندگی لری میبینیم. اینجا سامرست موام و همزمان با ایشون هرمن هسه بودن که توی کتاباشون داشتن یه مقدار پیشرو بودن، یعنی داشتن نشون میدادن که الان ما داریم خسته میشیم از اون فلسفه غربی که داشتیم، به هیچ جا نرسیدیم، به چی ختم شد؟ به جنگ جهانی ختم شد، به شکست بورس و بعد اون افسردگی بعدش، بعد از اون دیگه یه مقداری غرب علاقمند شد به فلسفه شرق. آقای سامرست موام در سال 1936 یه سفری داره خودش به هندوستان، به تامیل نادو، و وارد یکی از این اشرم های اونجا میشه که ایش میشن نشیدونم رشری رامانا اشرم در تامیل نادو، و با خود آقای رامانا مهارشی که از حالا اون گروه های هندو بودن ملاقات میکنه، مصابه نمیکنه ایشونو، خیلی مدتی رو اونجا میگذرونه و تقریبا 6 سال بعد از اون میشه حدودا سال 1944 بوده که این کتاب در میاد، یعنی خودش سری چیزا رو تجربه کرده بوده و میتونه درک کنه که چرا لری رو میاره به این طرز فکر شرقی که اونجا بوده. و عنوان کتاب رو هم از یه جمله هستش ایشون میگیره در کاتا اوپانشید، از کتابای مقدس هندو هستش که توی اون جمله میگه رایز ویک اپ، بلند شو، بیدار شو، اون چیزی که عاقلانه هستش رو درک کن و به واقعیت برسون اونو.
این راهی که تو باید بری راه سختیه هستش، ولی مثل اینقدر سخته مثل لبه تیز یک تیغ هستش. پس یعنی میخواد بگه که تو زندگی اگه بخوایم راه درست رو پیدا کنیم، حالا طبق نظریه و اعتقادای هندو، اون راه راه باریکیه و رفتن روش خیلی سخته. ممکنه یه لحظه راه رو کج بری و از اون لبه تیغ پرت بشی پایین، که عنوان رو از این جمله زیبا گرفته ایشون. زیبایی کار آقای موام به نظر من اینه که خیلی خوب میبینه. این آدم نشونده پخته است، دیده، اینقدر قشنگ دیده که وقتی توصیف داره میکنه شمای خواننده هم میبینی. از مبلمان اتاق بگیر تا شخصیت آدم، آره خیلی توصیفاش عالیه، از نوع پوشش لباس افراد بگیر تا نوع غذایی که داری میخونی، اون شبی که توی یه کافه میشینن تا صبح با لری صحبت میکنن، شخصیتایی که تو کافه میان یکی یکی داره معرفی میکنه، این با این قیافه اومد، یعنی جامعه رو داره نشون میده خیلی قشنگ بدون هیچ پیش‌داوری. و خیلی شاهکاره به نظر من. این دیدن یک چیزیه که آموزش ندیدیم ما. این چیزی که محبتی که هر کس نداره، نمیتونیم همه چیزو ببینیم. وقتی شروع کنیم به دیدن، وقتی شروع کنیم به فهم، وقتی ببینیم میفهمیم. و واقعا این کتاب شاهکاره، یعنی به نظر من کتاب باید خوند، با دقت هم خوند و با لذت هم خوند که اون واقعیت های زندگی رو درک کنیم. خیلی خوبه که هیچ گونه قاعد و بنیادی هم برای شخصیت ها نمیذاره. یعنی شما تصور کن مثلا الیوت که مثلا عاشق پاپ و میره واتیکان و کلی آثار هنری میگیره، لیری که اصلا پشت پا میزنه به همه اینا، از اون بدتر اون دختره که اصلا میره دنبال مواد و مخدر و خوشگذرانی حرفم دنبال همینه. یا زندگی آمریکایی که دنبال پول و ثروت و جاه طلبی های این گونه باشه، خیلی تجملات این گونه باشه، همه اینا رو داره نشون میده و داره میان چیزی که تو میخوای خوب برو دنبالش. میریم آلمان، میریم مارسی، میریم فرانسه، انگلستان میریم، کوچه عواره خیلی خوشگل میخنیم، میریم هندوستان رو دور میزنیم، جاشوی کشی میشیم، چقدر اتفاقات و معلوم میشه که همینا رو دیده. معلوم میشه که اینا رو نیومده علی که حرف بزنه. وقتی در مورد که تو آلمان داره صحبت میکنه، تو مزرعه در مورد آلمان صحبت میکنه، رفتار اون مادر و عروس، مادری و عروس داره صحبت میکنه، این نشون میده شخصیت های آلمانی رو شناخته. وقتی میره تو این صومعه با اون کشیشه میره اونجا، چقدر قشنگ داره صحبت میکنه و چقدر پذیراست. یک دورانی که تعصب، اون دوران قشنگیش همینه، یه دورانی همونجا شما اگه این حرفا رو میزدی آتیشت میزدن، ولی بین دو جنگ تعصبات از بین رفته، حتی کشیش ها هم دیگه اون تعصبات قدیمو ندارن. این خیلی قشنگ. شاید هم یه دلیلی که آقای سامرستاد مهان هم زمان خودش خیلی خیلی موفق شد و پولدار شد از طریق نویسندگی که کمتر پیش میاد برای یه نویسنده، همین که همچنان محبوب هست و کتاباش خونده میشه، همینه که انسان بودن رو نشون میده، the human condition، یعنی با تمام ضعف ها و خواسته ها و اشتباهی که مرتکب میشیم. من این کتاب رو که چند ماه پیش خوندم، کتاب The House of Doors، خانه درها، نویسنده تن توان انگ، از نویسنده مالزیایی که داره خیلی یواش یواش اسمش همه جا برده میشه، این کتاب رو بر مبنای زندگی آقای سامرستاد موام نوشته. یعنی اینجا شخصیت اصلی خود سامرستاد موام، همچنان که اینجا سامرستاد موام هستش که داره داستان زندگی لری و آشناهای خودش رو و شخصیت مختلف اینا رو داره میگه، اینجا هم داستان سامرستاد موام هستش که دوستانی که علاقه من هستن، ترجمه نشده، انشالله به زودی ترجمه بشه، ولی اونه که انگلیسی میخونن این کتاب رو هم بخونن، کاملا با زندگی و طرز فکر سامرستاد موام اینجا آشنا میشن. چیزای جالب در مورد سامرستاد موام همه جا آدم میبینه، مثلا توی روی یک از خیلی از کتاباشون این علامت رو میبینیم که مال آفریقای شمالی هستش، برای چش زخم ایشون دوست داشتی که همه کتابایی که چاپ میشه این روی کتاباش چاپ بشه، که ظاهرا جوابم داده که چشمش هم نکردن، خیلی هم کتاب نوشته و خیلی هم میلیونر شده و پولدار شده از طریق نویسندگی. فرد جالبی بوده، کتابه خواندنی داره. یکی از دوستان گفتش که کتابا رو ستاره بدین، چند ستاره میدین؟ که من خیلی موافق نیستم، به جاش میگیم برای کی مناسبه. به نظر من کتاب خیلی انترتینینگ، خیلی سنگین و غمناک نیست، کتابش هم خوب تموم میکنه،
بر مبنای واقعیت هست، یه مقداری هم یه گوشی از تاریخ یه جایی رو به ما نشون میده که کلن کتاباش خوندنی هستش. من کتاب رو توصیه میکنم به دوستان. من همچنین. تا کتاب بعد. تا کتاب بعد.